سلام به شما عزیزان، با یه قسمت دیگه از مجموعه برنامه خوشمزه در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا اینجا ما رو دنبال کرده باشید و از برنامه هامون لذت برده باشین. باورتون میشه من الان طبقه 25 یه ساختمونم؟ برای خودم جالبه. میزبان امروز ما آقای انوشه، میریم که مزاحمشون شیم. سلام آقای انوش، مثل همیشه مینا هستم از تایم تیوی. انوش هستم، مرسدس بنز انسینا، روز نو، اوتوموبیل نو از مرسدس بنز انسینا. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. زنده باشه، قربونتون برم. تصمیم دارین غذا امروز چی درست کنین آقای انوش؟ سورپرایز. واقعا؟ آره. پس بریم سورپرایز خرید کنیم. بریم خرید. پس بذار من ژاکتمو بردارم بعد تو رو بهتون میگم سورپرایز چیه. حتما. حتما. خب آقای انوش، اول باید چی بگیریم؟ اول من فکر میکنم بریم سراغ پاستا. بعدن آره، بعدن پیاز و طبق معمول. آره طبق معمول. شما گلوتن فری اوکی این دیگه؟ آره آره. من همه چیم اوکی هم، فقط اوکی. خوشمزه باشه آقای انوش، اون دیگه مسائلش دیگه حل. اون دیگه من تعذیه نمیکنم، فکر میکنم پاستا اینجاست. خب عرض کنم بروزر شما که من میخوام از این گلوتن فری باشه. نه، این دومین نفریه که ما داریم و هرچی برمیداره میخونه. آره باید بخونه مطمئن بشه توش. البته خب همشون خوبن، هم بل بعضیشون یکم چیزای اضافه دارن که اگه آدم نخوره بهتره. بهتر. خب این هست که این ایتالیایی هم هست. چه خوب. آره حالا میخوام ببینم سبک ایرانیش هم داشته باشن. سبک ایرانی بگیم، چون حالا میخوایم سبک ایرانی پاستامون رو درست بکنیم. من فکر کنم فرقشون چیه؟ خب ببینید این الان، ببینید این سبکی که ما درشتره، که ما مثلا بهش میگفتیم به عنوان مثلا ماکارونی. البته خب ماکارونی ما از اینم یکم بزرگتره. بله ولی خب اینجا یه همچین سبکیه. بعد یه سری دیگه هم هست بهش میگن انجل هر پاستا. ولی خب من این به نظرتون کوچ... بهتره؟ آره 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 کوچیک‌تره. آره. من فکر میکنم این بهتره. آره خب حالا ما اینو نگاه بکنم، حداقل نشاسته کمتری داره. نشاسته کمتری داره. بله بله، اینم که بی... به حال من فکر کنم همین اوکی باشه. برای دو نفر غذا به چند تا وسته پاستا احتیاج داری؟ این یه دونه برای دو نفر. یه دونه برای دو نفر. بله. ولی خب بستگی داره اون یه نفر دو نفر چقدر بخورن. دو نفر پر. بعضی از مثلا همین هم میتونن بخورن. ولی خب چون دیگه ما مهمون قراره بیاد، شما خلاصه اگه قراره کسی دیگه بیان سورپرایز دیگه به من بگه، من بیشتر درست میکنم. ما که معمولا واسه چهار نفر میشه هشت نفر درست میکنیم. ولی خب پاسته یه چیزی نیست که بگی توش آبش رو اضافه میکنه. دقیقا نمیشه آبش رو اضافه کرد. نه من بهتون قول میدم مهمونتون امروز خودم، اما دوست تسکر کرده. آکه بسیار عالی. خب این از این، حالا بریم سراغ روب، چون روب خیلی مهمه توی این که وقتی که با گوشت اینو قاطی میکنین و با پیاز داغ و این چیزا، اون روب هم خیلی مهمه. البته خب من اون ساسی که درست میکنم مجنون خودم بسیار مخصوصه. ولی خب حالا بریم سراغ روب. فکر کنم داریم نزدیک میشیم. دقیقاً. و بین این همه تنوع شما چجوری میدونی اون چیزی که میخوای دقیقاً چیه آقای انوش؟ خب اونو باید دنبالش گشت دیگه. من میخوام اگه ارگانیک باشه خب خیلی بهتره، طبیعی باشه و دست نخورده باشه. بله حالا همش که دست خورده، ولی به طبیعی تر باشه که توش مواد شیمیایی اضافه نشده باشه. درسته. اینم البته نوشته ارگانیک، ولی چون توش بیزول و گارلیک و این چیز میزا داره، من ترجیح میدم که از این استفاده نکنن. ولی کسایی که ساس خودشونو درست نمیکنن میتونن از این استفاده بکنن که دیگه هیچ چیز میز اضافه نکنن. الان توی اینا یه چیزی که ساده باشه، مثلا این، ببینید این ارگانیکه و چیزی دیگه هم توش قاطی نیست. فکر کنم اون بافتی رو هم که شما میخواستید داشته ببینید باشه. آره ببینید. یه اون چیزه گوجه فرنگی توش هست. درست. مخصوصا که ارگانیکی باشه که چقدر بهتر. همین یه دونه برای غذامون کافیه.
همین یه دونه شاید زیادم بیاد. بعد عرض کنم حضور شما که من بریم سراغ پیاز و سیب زمینی، چون من چیزی که میخوام درست بکنم پاستا رو با تدیگ. من مردم با تدیگ، با من تدیگ مردم من زمینی. مردم یعنی اصلا رویایی شد آقای. حالا من دارم تشریح میکنم، ولی خب شنیدن که بابت مانند دیدن و تعمالا برم خوب شده باشه. آره خوب بشه بعدا معلوم میشه. خب حالا پس بریم سراغ پیاز. دوستان معمولا برای غذا درست کردن یه عده پیاز قرمز رو ترجیح میدن، یه عده پیاز سفید رو ترجیح میدن، یه عده هم پیاز معمولی. شما چه پیازی رو کلا برای غذا درست کردن ایده‌آل میدونید؟ غذا درست کردن اگه الان مثلا ما پیاز سفید میگیریم، قرمز رو معمولا روی سالاد میریزن و معمولا یکم تند فلیور داره. اگه شما میخواین برین سر کار مهمونی جایی ممکنه اون قرمز بزنین برین. ولی خب من معمولا برای درست کردن که با بخوام گوشت سرخ بکنم سفید استفاده میکنم، پیاز سفید. بعضی هم که هست اگه میخوایم با کباب بخورین میذارین وسط یه مش میزنین تمام میشه میره. خیلی این از همه بهتر بوده اصلا. برای همین از همین پیاز یک دونه بس فکر کنم این اوکی باشیم. گارلیک هم استفاده میکنیم، گارلیک خونه دارم هنوز. خب خوشگلتر و درشتر هم هستن. آره حالا این مثلا این قرمزش رو یکم سافته، برای سالات هرچی گوجه فرنگی سفتر باشه فکر میکنم فرم سالات بهتر. آره اگه میخواستیم از همون اول شروع بکنیم اونی که شلتر بود برای روب و این چیز نیزا بهتر بود، بهتر. ولی واسه سالات این خوبه. آه یکم از این بالا شکنم. بعد اینم که خیار ایرانی خودمونه. چه جالب، چه اسم با مزه‌ای هم براش گذاشتن، خیار ایرانی. خوبه خب این خیارا عرض بکنم خدمت شما، من سعی میکنم قلمیاشو بردارم. بله اینم از این. آها اینجا میخواستم از این پتیتو ها بگیرم، سیب زمینی سفید. ما چون یک یا دو تا بیشتر احتیاج نداریم دیگه، من بگ نمیگیرم یه دونه اصلا می بین این همه تنوع سیب زمینی که البته بله بله بفهم خواهش میکنم، بین این همه تنوع سیب زمینی که فکر میکنم این سیب زمینی شیرینه. بله. اگه اشتباه نکنم بله. این سیب زمینی قرمز، سیب زمینی قرمز، سیب زمینی سفید و سیب زمینی معمولی به عنوان تدیق میخوایم استفاده اون کنیم، اون که اصلا خودش اصل رژیمه. از این استفاده میکنیم که کار بسیار خوبی میکنیم، کار بسیار خوبی میکنیم. خب من اینو اگه خاطرتون باشه وقتی خیار انتخاب میکردیم میگفتیم کمر باریک باشه، ولی اینو من میخوام یکم همچین به قول ایرانی ها پدر مادر دار. آره. باشه سیب زمینیش. آره. اینجوری هر چقدر قطورتر و بزرگتر به بله بهتره. خلاصه من فکر کنم همین فعلا کافی باشه. بسیار هم برای خودمون. حالا شما گوشت میخورین معمولا یا اینکه ویجیتریان هستن؟ نه من همه چیز میخورم. خب اوکی بسیار. پس بریم سراغ گوشت. بفرمایید. به قسمت گوشتم که رسیدم اینجا. بله خب ماشاءالله سلکشن خوبی هم دارن اینجا. بله کیو مارکت دیگه. بله ببینیم چی داریم. چقدر معمولا برای این میزان غذا گوشت احتیاج داریم؟ برای دو نفر به اصطلاح یه پوند بسته. جالبه اون گوشتی که کمتر چربی داره قرمزتر از گوشیه. آره که چون سفید باشه چربی ها سفیده چربی دیگه. چربی ها خودشو نشون میده. بله عادت ما ایرانی ها شناختن گوشت چرخ کرده با اون رنگ با و شکله. آره چون اصلا حالا بی چربی خیلی در حالا فرهنگمون معلوم نیست. آره خب دیگه زمان عوض میشه. حالا ازش باید میپرسم گاوشو امروز کشتن دیروز کشتن تازه باشه. نه thank you very much. الان هم اینا کافی باشه. حالا بریم خونه دازه اون یه داستان دیگه است که چجوری اینا رو با هم دیگه وصلش کنیم. چه تکنیکیه تو اینا رو با هم وصلش کنیم. آره دیگه واو
چه ویو زیبایی آقای انو. آره بد نیستش، خلاصه خوبه. خلاصه آدم این همه کار میکنه میاد خونه باید یه حسابی خستگیتون در میاد، آرامشی داشته باشه. حالا اینجا به اصطلاح مثل هتل مانند میگیم دیگه، دیگه میای چون وقتی که میایم خونه دیگه نمیشه کار باغبونی کرد، نه اینکه کار دیگه کرد بکیارد. اینا انگار ماکت دارین شما، ولی دقت کردین ارتفاع اینقدر بالاست انگار همه چیز ماکت چیده شده. و چقدر سبز و چقدر برای زیبا. برای همین بعد از این که آدم بعد سر کار میاد یه آرامش به خصوصی داره. خیلی خوبه. خلاصه حالا اینجا هستیم ببینیم تا بعد چه میشه. پس ما بریم غذا رو درست بکنیم ببینیم که چطور در میاد. حاضرین؟ بله در خدمتم. بفهمید بریم اینجا. خلاصه اینجا خونه ما، خونه کوچک جمعجو رو بسیار زیبا. مرسی، بسیار مرسی. زیبا. خب پس اگه اجازه بدین من بچه‌ها رو جور بکنم و این خریدارم که کردیم بذاریم اینجا و و به قول یارو یواش یواش شروع به کار بکنیم. خب مخلفات که حاضره، حالا به بهترین شکل ممکن هم چیدیش. آره دیگه خالصه به قول این پیشبنده چیه، نه این پیشبنده چیه. آخه میگین من آشپز حرفه‌ای نیستم، بعد مثل نیستم ببین چون نیستم من اینو بستم که یه موقع پیرهن لباس این چیزا. این پیشبنده خیلی حرفه‌ای آقا. نه بابا اینو اونایی که حرفه‌ای نیستن میبرن که دیگه زیاد کثیف نشه. چقدر بامزه فصل آماده کردی. خالصه اینو برای پاستا من استفاده میکنم، اینم برای درش. اینو برمی‌دارین برای من کار میکنم، من روش حالا نشون میدم بهتون. اینو روش آب میریزم که نشاستش بریزه. درست. بعد میریزم توی یه دیگه که تدیگش درست بشه. واو. برای دو مرحله است. به هر حال این از اینجا ما آب مخصوص هستن، لو نمیدن ولی آشپز حرفه‌ای هستن. خب اینم الان حاضر میکنم. این گوشت رو من فکر کنم نصفش کافی باشه. اوکی. و اول چیکار میکنم؟ اول درباره پیاز و این گارلیک سیر اینو میذارم با زنجبیل اینو درست میکنم، بعدا اونو میریزم توش که حسابی در بیاد. بسیار عالی. تا اون داره درست میشه من با اجازه شما اینو به ترتیباتش رو بدم. میخواییم پیاز بخوری یا گوسفند بکشین آقای انوش؟ خشنگ چیز هم میکنم. این که چاقوی خاصی داشته باشین برای این که پیاز یا سبزیجات رو خورد کنید این الزامیه یا این که نه هر کسی با یه چیزی راحته؟ هر کسی برای هر کسی هر کدومش راحته انجام میده. من الان این ولی چون شارپیش خیلی شارپ و خوبه با این راحت انجام میدم. و یه کاری هم که الان من میخوام الان بکنم اینه که عرض کنم به حضور شما این الان میخوام بگیرمش زیر آب پیاز رو. آره چرا آقایان؟ چرا؟ چون اگه زیر آب بگیری به اون صورت اشکات در نمیاد. پس راه حل آقای انوش برای اینکه چشتون نسوزه اینه که پیاز رو بشوره با آب. ببینید الان پیاز اون چیزایی که وقتی که شما وقتی که کاتش میکنین خب اون چیزی که میزنه به چشم وقتی که آب میزنه اون گازه رو برمیداره. چقدر خوب، چقدر جالب. بله. بله آقای انوش برای سرخ کردن هی شما میان یه چیزی بگین هی من از فضولیم حرف میزنم. خب نه هیچ اشکالی. شما یه روغن عجیب غریب برای سرخ کردن برداشتیم. این کوکونات اویل رو من الان برداشتم میخوام با این کوکونات اویل این روغن نارگیل خودمون. بله. روغن نارگیل برای سرخ کردن غذا برای اولین بار من میبینم. خب دیگه اولین بار آقای انوش. آقای انوش آشپز حرفه‌ای هست. چرا حالا کوکونات اویل رو انتخاب کردین؟ کسی که مغزه مزهش فرق بکنه. چون اگه قرار بود من فقط یه اسپاگتی که همه درست میکنن درست بکنم اون وقت شما میگه آقا انوش شما شاهکار نکردی. حالا من دارم یه چیز درست میکنم شاید خوب در نیاد ولی اقلا مثل این که دارم شاهکار میکنم. خلاصه خیلی تکنیکی بود این دیالوگ. آره آره خلاصه ولی چه میکن... عجیب چه بویی از غذا بیرون زد. بله خلاصه اگه میشد این بوشم
آره کاش میشد بوهای غذاها آره. رو به بیننده هامون نشون بدیم. نمیدونیم چه بوی شاهکاری داره. خب شما سیر دوست دارین؟ بله. بله. فکر میکنم هم به خاطر طعمش هم به خاطر خاصیتش غذا رو خیلی متفاوت میکنه. بعد من زیاد بودنش رو ترجیح میدم. زیاد بودنش رو ترجیح میدین؟ خب من الان یکم از این رفتم، خیلی نرفتم سیر. بعد چیکار میکنم؟ بعدن وقتی که میخوام به جای نمک و فلفل، این نمکی که دارم توش یکم گارلیک داره آردی، خب از اون استفاده میکنم. حالا اینو باید بذاریم حسابی این طلایی بشه. آقای انوش از کی آشپزی رو شروع کردیم؟ من از وقتی که بچه بودم. نه آشپزی که نه، خب وقتی که مادر غذا درست میکرد ما هم خلصه اون برام میپلکیدیم دیگه، نگاه میکردیم چیه اینا، خلصه گرسنه‌مون بوده میخواستیم زود غذا یه کمکی بکنیم ناخنک بزنیم بعد. ولی خب خلصه از همون موقع ما با برادران، ما پنج تا برادر هستیم، خواهرم ندارم. واو. بله نداریم به اصطلاح. بعدم عرض کنم بزرگ شما هدف مادر غذا درست میکنم، ما باید میامدیم کمکی دیگه، واسه کمکی میام یکم نگاه میکنم ببینیم مامان چیکار میکنه. فرزند چند تا میناین؟ من چهارمی ام. خب پس خیلی با بچه آخرم فاصله نداری؟ یعنی سه تا بزرگتر یه دونه از من کوچکتر. معمولا رو بچه های وسطی مادری حساب دیگه باز میکنن. حالا نمیم حساب ما چجوریه، حساب ملی حساب چجوریه. ولی خب اولین آشپزیتون تو چه سنی شروع کردی؟ ولی راست بخواین اگه آشپزی بخواین حساب کنین، من الان تو آمریکا حدود 31 ساله هستم دیگه. وقتی که اومدم اینجا دیگه زندگی مجردی، چون کسی هم دیگه این دور و برا نبود، بعضی موقع خلاصه میرفتیم خونه خاله این برانور مهمونی غذا درست میکردن، ولی همینجوری خودم باید غذا رو درست میکردم. خلاصه یکم از مادرم یاد گرفتم، از خاله هم یاد گرفتم. خاله ها ماشاءالله غذا درست کردنشون خیلی خوبه. بله یعنی مادرم هم بدون که همچی چیزی رو گفتم میگه مرحبا، نمیگه چرا گفتی همچی چیزی. پس اولین غذای رسمی رو آقای انوش تو چه سنی درست کرد؟ رسمی دیگه نمیدونم، چون من یه چیزی نبود که بخوام رکورد نگه دارم بگم چی شده. ولی خب اینو من چیز کردم، از اونا یکم یاد گرفتم. اولین غذایی که سوزوندیم چی بود آقای انوش؟ اسپاگتی. خیلی خوب بود، اولی قضا که سوزوندن اسپاگتی بود. خب این از برنامه این پیاز و سیر. پیاز و سیر، خب سیر. خب حالا عرض کنم به حضور شما، چون هنوز تنور داغه، من اینو میذارم اینجا، یکم از این روغن میریزم. خب بله. چون چیزی که میخوام الان درست بکنم اینه. اینجا من از قبل چیز گرفته بودم، قارچ. الان اینو میذارم اینجا. منم که بی دلیل بلدم هم بزنم. شما هم چیز بکنی داره. بله بعید میدونم که آقای انوش چیزی بخرن که ارگانیک نباشه. نه نه نه، یک چیز اونجوری هم نیست که همه چیز ارگانیک باشه. خلاصه این اخیراً خلاصه یه چیزی هست میگن سن که رسید به 50 فشار میاد به 50. خلاصه الان با خلاصه الان باید آمادگی داشته باشه. خلاصه از لحاظ سلامتی ما که جوانتر بودیم، شما که خیلی جوانید. خلاصه ما جوانتر بودیم دیگه، هر چی دم دستمون میامد میخوردیم، اینو بخور اونو بخور فلا اینا. بعد دیگه خلاصه آدم مواظب باشه، مواظب به غذا خوردنش. خلاصه خوبه دیگه، قاعدتا چیز سالم بخوری سلامتی آره. بیشتری داری، بیماری کمتر سراغ آدم میاد. بله بزنیم به تخته انشالله برای بیماری برای کسی پیش نیاد. یه ریتم مناسب بدیم. من باید دائما این کار انجام بدم. خب این الان یکم طول میکشه، اینم یکم الان خنک شده. بعد چیکار میکنم؟ بعد گوشت رو به
این دو این معجون باید با هم ترکیب بشه بعد گوشت بشه. الان سوا میذارم گوشت رو درست میکنم. واو. گوشتی که درست کردم میذارم این باید داغ داغ باشه. یعنی هم استپ بای استپ هر چیز رو سرخ میکنید جدا میکنید میذارید کنار. بعدم وقتی که به دو مرحله آخر برسه، قبل از اینکه به دو مرحله آخر برسه اینا رو میریزم توش. بعد میرسه یه مرحله دیگه، آخر سر اونو با پاستا قاطی میکنم. خیلی هم عالی. اینم تقریبا جوشه. اینو میذاریم قبل از اینکه جوشی جوش اومد بهتون بگم که چیکار میکنیم. اینو هنوز مونده یکم، من توش روغن میریزم. باز همون روغن کوکونات؟ نه، اینو من میخوام با چیز درست کنم، با روغن زیتون یکم. به به. اونو با روغن زیتون و یکم نمک میریزم. وقتی که اینو بریزی اینا به هم دیگه نمیچسبه. آه، من همیشه سوالم این بود چرا باید توی این آب که در پاستا میجوشه درش حتما نمک ریخته بشه؟ فکر میکردم طعم میده. آره، من البته تو غذاهام زیاد نمک نمیریزم. بازم بخاطر همون معمول سلامتی. ولی خب تو بعد از اینکه نمک ریختی وقتی که حسابی پخت، چون ما رینسش میکنیم دیگه چیزه زیاد مسئله نیست. بسیار هم عالی. این باید یکم از این قهوه‌ای تر بشه، بنابراین اینو من میذارم اینجا که بمونه. نمیخوام خیلی پخته بشه چون هنوز یه مرحله دیگه باش کار داریم. این فقط یکم اون آبش که رفت یکم رنگش که عوض شد اینو میذارم کنار. الان یه دونه با اجازه شما خواهش من دوباره میذارم کنار. من اینو میذارم اینجا الان نصف اینو. خب این رو من الان میذارم اینجا. با همون روغنی که توی مایی تازه بود همون بود دیگه. همون آره. کافیه. الان با وجود این که ما روغن کم چربی گرفتیم این توش الان روغن داره. بله. و اون الان روی حرارت بالا هست. خب این الان شروع میکنه اینو حسابی جزوندن، چون حالا دستم رو زدم به گوش دوباره میشونم. خب اینم الان داره جوش میاد. اینم الان یک کم از این روغن میریزیم، خیلی کم خیلی کم. چه جالب، این بوی روغن کوکونات باعث میشه که گوشتمون هم بوی زخم نده و همون بوی روغن کوکونات رو بگیره. بله. نیازی نیست دیگه به گوشتمون چیزی بدیم آقای انوش. ببین خب شما وقتی که سوسا رو بریزید اونا رو بریزین یکم توش نمک فلفل و این چیز میزه بریزین دیگه خودش درست میشه دیگه. میگه مزه خیلی زیاد باشه دیگه اون مزهش رو از دست. آخه خیلی هم معتقدن باید همزمان با گوشتی که داره سرخ میشه. خب خیلی هم متعلقن چون واردن. من این کار رو میکنم چون وارد نیستم. من با قدیر من درآوردی این کار رو انجام دارم. نه برمایی، من که میدونم شما آشپز حرفه ای هستین آقای انوش. الان ببینید توش هم آبه هم یکم روغن. آب مال خود گوشته دیگه. آره. بنابراین احتیاجی نیست که شما دوباره روش روغن بریزین. البته خب بعضی روغن میریزن ولی خب به خاطر چرب و چیلی تر شدن. آره در حقیقت که ما میخوایم یه غذای بسیار سالم داشته باشه. حالا اگه این غذا بیمزه شد تقصیر من نیست. خوشمزه میشه. میشه. چرب و چینی نمیشه. خوبه. این الان خوبه. این الان من میزنمش یه دونه طبقه دوم که بیشتر. این راز طبقه دومه چی بود؟ ببین اینجا دو مرحله داره. یک دو. آه. طبقه دوم بود یکی بود. که الان پخش شده دیگه همه جاش خوب. یه چیزی این که این گوشت باید حسابی پخته بشه و وقتی که از هم جدا شد شما میدونیم گوش پخته شده. بنابراین اینو ما همینجوری هی قراره تفتش بدیم. سرخش قرار نیست بکنیم الان. نه من سرخ نمی کنم. نمیز بینید توش قرمزه هست. قرمزه رو میزنیم وسط بقیه اون برانور. الان تا یه دو دقیقه دیگه خودش درست میشه و میخوام آبش در بیاد. بنابراین این که درست شد، این هم درست شد. از اون چیز مشروما قارچه شما اگه دوست دارین یه دونه شو من با کمال میل. بله. اینقدر من میگم باید ناخنک زد همینه. این از این شما بخورید دارین هنوز ماما میگم خیلی خوشمزه بود. این الان من خاموشش میکنم که
یکم ستل داون بکنه. خب این الان حرارتی که به تفاوت وقتی که با شما گازی استفاده میکنی یا برقی اینه، این برقی هنوز حرارت رو داره، بله، گاز رو که خاموش کنی تمام میشه. بنابراین من الان میذارم همون از همون حرارت استفاده کنه که برنامهش انجام بشه تا اینکه همه رو با هم دیگه قاطیش کنیم. چقدر خوب. خب الان وقتشه که ما این پاستا رو بریزیم این تو آب جوشی، روغن ریختیم، نمک ریختیم و بعد حالا پاستا حالا میذاریم خودش این تو حسابی بپزه و اولش یکم این تا نرم بشه خودشو ول کنه زمان میبره. حالا یکم اینو من تکونش میدم. چقدر معمولا برای باید زمان بدیم برای پختن؟ این الان 10 دقیقه، ولی من الان یه روش مخصوصی دارم به شما نشون میدم که شما چجوری متوجه بشید که این پاستای شما پخته یا نپخته. البته تکنیکای آقای انوش همشون مخصوص. خب دیگه من ایمان آورد تجربه هایی هستش که همجوری خدمتون عرض کردم از مادر خاله ها. چقدر آشپزی رو از خانمتون یاد گرفتین آقای انوش؟ یاد گرفتم یا یاد دادم؟ این بدجنسی مردانه بود. نه بیشتر اگه آشپزی بشم تا اونجا که من میدونم با خودتون فرمودید خانم شما ایرانی نیستن. بله خانم من آمریکایی هستن و تو شهر سانتا مونیکا به دنیا اومدن و ایران هم هنوز نرفتن. عزیزم پس شما خیلی تلاش کردن غذاهای ایرانی رو بهشون یاد بدید. ولی خب غذای ایرانی معمولا خیلی طول میکشه درست کردنش. بنابراین هر موقع هوس غذای ایرانی میکنیم ما میریم رستورانای نزدیک دم خونه که هم سریع‌تره، هم راحت‌تره، هم وقت کمتری استفاده میشه. درسته. خب این مایکروویوم درسته. من الان فقط یه 30 ثانیه دیگه این کار داره. این برنامه پوتیتو رو که گذاشته بودم سیب زمینی و تا 30 ثانیه دیگه یک کم پخته میشه که بعد که میذاریم توی برای تدیق دیگه آمادگیشو داشته باشه، آبش اینا خوش بشه همینا. خب الان ما آمادگی اینو داریم که چیکار بکنیم؟ ترتیبات سس رو بدیم. خب بسیار هم عالی. ترتیبات سس رو بدیم. بنابراین من دوباره اینو میذارم توی یک درجه بالا. اون 30 ثانیه سیب زمینی فکر میکنم تموم شد. بله اینو عرض کنم به حضور شما میذارم بالا، اینم میذارم قسمت بالاتر. خب پس این الان یکم داره داغ میشه، گوشت رو میریزیم، پیاز و اون و سسمونه گوجه، سس گوجه فرنگ. بله حسابی سر و صدای جوشیدن این پاستای اومد. پاستا الان البته تموم شده، ولی قبل از اینکه درش بیارم این الان خب این شد گوشت. برنامه گوشتمون تموم شد. خب بعد اینم شد پیاز زامون. درسته؟ بله. چه تلایی هم شده؟ بله. بله. خب و اینم قارچمون. خب من گفتم فضول هم بله بله. خب این الان من کمش کردم، این برنامهش الان درسته. عرض کنم به حضور شما وقتی که اون رو دارید انجام میدید چه شکل و قیافه بامزه ای گرفت ترکیم اینا با هم دیگه آقای یعنی؟ این هنوز نشده. چجوری اون رازتون چی بود که هنوز راز نم بزنید؟ من الان یکم دیگه کار داره. این مال شما؟ این مرسی. این الان بعضش خوبه. الان تو این مرحله احتیاج نیست به نمک و فلفل اضافه کنیم، چون قبلا یه ذره نمک و فلفل بهش اضافه کردم. حالا چون شما فرمودین من فقط گارلیک سالت میریزم. خب یعنی نمک و پودر سیب و یک کم هم فلفل سیاه. خب این از این هم از این
این الان آمادگیشو اعلام کرده برای اینکه ما این سس رو روش بریزیم. من تره که من بودم الان 3 سال گیره این بودم که در اون قوطیه رو وا کنم. زدن رو میز اینجا در رو وا کردن. بعد میگم ایشون خیلی وقت آشپزن میگین نه. خب الان من همونجور خدمت رو عرض کردم وقتی تو فروشگاه بودیم گفتم شاید این نصف کافی باشه، درسته؟ درسته. خب برامون این قاطی میکنه ببینیم نصف کافی هست یا نه. اینجوری که به نظر میاد من فکر کنم همه رو بریزیم. منم فکر میکنم آره why not دیگه. اینم از این یه چیز جالب دیگه این که من اینو از don't ask me why ولی همیشه گفتن اینا یه تکونش بدید. آره من هم همین کارو میکنم، خیلی کار هیجان انگیز و لذت بخشی هم. ایرانی بازیه دیگه، تا قطعه آخرش باید استفاده کرد. یه حس عجیب لذت بخشی. آره دیگه ما تا اونسا آخرش رو استفاده نکنیم مثلا نمیشه که، به خاطر اینکه ما آدم صرفه جویی هستیم. خب الان ببینید، الان سسشو ببینید شما. خیلی خوب و جالب اینجاست هنوز هم بوی نارگیل به مشام هست. خب اینو الان من درجهشو کم میکنم چون دیگه زیاد احتیاج نیست که این خیلی بالا باشه، چون این هنوز یه مرحله دیگه داره. یه مرحله دیگه داره؟ آره، چون این باید بره اون تو. حالا کار داریم با بعد. خب عرض کنم بزرگ شما، حالا این این رازه هست. خب اینو میبینی؟ آها. یعنی اگه بچسبه درست شده، اگه نچسبه هنوز نشده. این چسبید بنابراین درسته. پاستا ها چرا؟ آها فکر کنین یه نفر بیاد یه بعدی دیوار آشپزخونه رو بذاره هر دفعه میخواد پاستا درست کنین. این حالا مدل ایرانی نیست، اگه خانم ایران میگفتن دیوار و تمام چیزها رو کثیف کرده، این ایتالیاییه. آره با هم دیگه دعوا میکنن، بعد یه شراب میخورن آشتی میکنن حل میشه دیگه. یه ذره هم دیگه داد و بیداد میکنن و تمام میشه. آره ولی خیلی بامزه بود. خب الان خانم های محترم از این به بعد میتونین کل البته به خانم خانمای ایرانی موقع توی نشده باشه نمیگم که ناراحت میشه، ولی خب تکنیک ایتالیایی بود. چرا خانم ایرانی بعد خانم ایرانی همیشه از یادگیری چیزهای جدید بسیار لذت هم میبره آقای عبد. بله ما یه همچین خانمایی هست. خب عرض کنم به حضور شما که الان این برنامهش تمومه و دقیقا مثل ماکارونی هایی که توی ایران میشوریمه. بله فعلا اینجا موقتی نگهش میداریم. بسیار چون این سس الان دیگه حاضر شده، درسته؟ آها. این سس حاضر شده و چیز دیگه که حاضره نگاه بکنین این پتاته که گذاشته بودیم برای توی مایکروویو بدون اسلایس ها. ببینید هنوز نیم پزه. بله درسته؟ بله بله این هنوز نیم پزه ولی اون بافت شد. سیب زمینی تازه رو دیگه نداره، یعنی شما دو طرفش رو میگیری آره. انگار پخته شده، یعنی نه خیلی پخته شده نه خیلی نرم، ولی خیلی هوس انگیز. نوش جان نوش جان. خب این تا باشه تا بعد. خب حالا این دیگه حسابی قاطی شده، اینو میریزیم سوا. خیلی هم عالی. این حاضره. اون وقت من چیکار میکنم؟ اون ببینید من الان این هنوز تمیزش نکردم. آها. درسته؟ چون فلیور رو شما باید توش داشته باشیم. میدید چقدر ما توش چیز میذاریم؟ بله. حالا ما اینقدر درباره دایت و مایت و اینا صحبت کردیم، گفتیم غذای هلثی بخورم اینا چرب بلی... نباشه. آره. بله خب وقتی که میرسی به تدیگ ببینید اصلا بحثش مطلق یه ارق ملی یه دونه از این قالب کره رو میریزین این پایین. خب که این فقط نگیره بسوزه. گفتم من چون تدیگ خیلی سوزوندم حرفه‌ای شدی حرفه‌ای شدی تو نسوزوندن تدیگ، بنابراین هم این کره رو میریزیم اون تو. بعدا این تا خودش یکم آب بشه چیکار میکنیم؟ بفرمایید. نه خواهش می‌کنم. من گفتم تخصصم اینجا هم زدن یه چیزی. الان می‌ذاریم یکم که آب شد.
سب کنین حدس بزنم. شروع میکنین سیب زمینی رو چیدن توی قابلمه. بسیار هم عالی. به حال نینم از این یه الان خوبه. خب بعد اینا رو خب ببینین که این زخیم تره اینو میذارم وسط. خب بعد اینا رو یواش یواش این برابر میچنیمش. فکر کنم برنامهش درست بشه. خب بسیارم این از این. اینم از این. خب این الان میذارم یکم بمونه، درجهش رو زیاد میکنم یکم، این الان میمونه. بعد چیکار میکنم؟ پاستا رو میریزم توش. الان پخت خودش رو کرده و یه چیزی که ما باید اینجا اضافه بکنیم به این خیلی خیلی کم یکم از این میریزیم روش به آب و بعد این پاستا رو ما میریزیم روش. پاستا هم حسابی شسته و آماده. آخه من زود بیام فوزولی جا؟ یا من زود بیام فوزولی یکم روش توش آب ریختم پایینشو. آه چرا؟ اینم از اون خیلی یکم آب میریزی اینو میریزین روش. این الان داره اون زیر چی میشه؟ میپزه با اون آبش. از لحاظ سس اون وقت این سس رو اینجا داغ موازه باشید. حتما مرسی که گفتید. سس شما اینو میریزین توش. بعد یک کم که گرفت بعد اون وقت اینو من به همش میزنم و زیرش هم میریزم. درسته. یعنی یک کاری میکنیم که سس به همه جای اسپاگتی که اون تو ریختیم برسه. بله. این کمک میکنه که اسپاگتی دیگه هم به هم نچسبن. درسته؟ درسته. و این بابا جون گفتیم شاید نگه داریم چون باید شاید مهمونم نیاد حالا از الان استفاده بکنه. تو میبینی الان این الان تمام سس با پاستا الان قاطی شده. درسته. حالا اگه یکی ویجیتریان باشه و یکی من مثلا میتشون نمیخوام دیگه باید از بیرون غذا ارده بگم. خیلی راه حل. یه لحظه موندم الان میخواین چه راه حلی ما بگیم. راه حلی نیست دیگه. راه حلی نیست دیگه برین از بیرون غذا بخواییم. خلاصه ما حرکه همه رو درست کردیم بذارین اینم بریزم روش. حجت رو تموم کنیم دیگه. بله دیگه. دنیا دو روزه. امروزش رفت فردا میاد خبر نداره آدم از فردا خودش. بنابراین از زندگی لذت ببرید. هر جوری که هر جوری که هست انشاءالله اول سلامتی باشه. آمین. از لحظه های خود هر روز از لحظه هایی که براتون هست استفاده بکنید و با خوبی و خوشی. چقدر دعاهای قشنگ و آرزوهای قشنگ که چون هیچ کسی از فردای خودش خبر نداره. بله خلاصه اینم از برنامه ما. حالا شما میدونین که وقتی که شما غذای مثلا برنج درست میکنین باید دم بکشه. بله. درسته؟ شالا شما دیدین از این دم کشیدن پاستا؟ نه. خب. اینجوری نه. این همون دستمالاییه که توی ایران بهش میگن دستمال حوله‌ای و اینجا به عنوان دستمال آشپزخونه. اونو گذاشتین روی در به عنوان دم کنی؟ بله. چه تکنیک خوبی. خب دیگه. اینجوری دیگه هیچ پارچه‌ای هم کثیف نمیشه. پارچه مارچه فلان دیزاین این چیزا خبره نیست. سالمتر هم هست بخاطر اینکه پارچه‌ای که شما میذارین رنگ داره، حرارت تمام شد، تمام شده. خیلی آیدیای خوبیه آقای انو. خلاصه به حال من فقط آیدیا دارم، حالا غذا چجوری در بیاد خدا داند. حالا فعلا با ما باشید ببینیم چی میشه. آخه این معجونی که ما درست کردیم چطور از چطور میشه خدا داند. خب من گوجه خیارا رو شستم دست شما درد نکن.
خلاصه اینا هم که ما حسابی شستیم و تمیزش کردیم. اینا چی هم آقای؟ اینا سالاده که تمام چیزهای مقوی بهش میگن میکست، ایس یورپین، حالا به فارسی چی میشه نمیدونم راشو بخوای، ولی این فکر میکنم همه شون از ریشه کاهو یا کلم اینا. یا ولی چیزهای هستن که برای شما مقوی هستن. درسته. خب من چون الان شستم یکم چی شد خیسه، درسته؟ نمیذارم اینجا و طبق معمول خشکان منم اینه که از این خشکان استفاده میکنم که زیاد این سالاد ما چیز آره اون وقت اگه خیلی خیس باشه اون وقت شل میشه. متوجه. شل میشه، اون حالت کریسپیشو از دست میده. بنابراین حالت خشکان رو ما میذاریم اینجا. استفاده کردیم این، الان ببینین رفت پایین. بعد اینو ما که قاچ کرده بودیم اینو یکی 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 میچینیم این بالا. همون ارگانیک تومیتو هایی که داشتیم، اگه یکم اضافه بود خیلی خوب بود. این آخریه خیلی خوب بود. بعد این خیارا هم که قاچ کردیم پخش میکنیم روش، مثل سالاد خودمون میشه، درسته؟ خب حالا تا اینجا شد سالاد ایرانی، درسته؟ بله. خب سالاد ایرانی اینم از این، اونم اضافه بود. آره اونم اضافه بود. اگه خاطرتون باشه ما از این آلیوی که گرفته بودیم بدون هسته، زیتون بدون هسته، بله زیتون بدون هسته، اینم از این. و آخرین چیز بریز، این شما ترجمه کنید، مثل گیلاس و گیلاس، تمام توت فرنگی، تال بالو دیگه، گیلاس، همه یه بریر شامل اینا میشه دیگه. حتی توش مغز چیزم هست، تخمه آفتاب گردون. جدی؟ چقدر اصلا چه چیز عالی. آو فرق سالاد آقای انوش رو تازه ما توجه شدیم، یعنی با یه دستکاری کوچولو مثل اضافه کردن کشمش و یه ذره آلبالو و یه ذره تخمه آفتاب گردون و چند تا دونه الیو، به راحتی شما سالاد شما از معمولی بودن فاصله میگیره و یه چیز متفاوت میشه. حالا این سسش رو شما میتونین آلیو اول بزنین با سرکه یا با آب لیمو، حالا هر چقدر هر چی دوست داشته باشید. ولی وقتی میگن سالاد همه میگن آ سالاد خوبه خوبه، بعد روش یه سوسای با مایونز میزنن. اونی که بزنی اصلا کالریش میره بالا، در صورتی که سالاد کالری نداره، درسته؟ درسته. بهش میگن فری فود، درسته. انرژی هم داره و مقوی هم هست. اون سوسی که شما میریزید با آلیو یا ونیگرت یا سرکه و آب لیمو، اون خوبه. اگه توش از اون در واقع یه تست دهنده به سبزیجات، بله، میشه تا اینکه اسمشو بشه گذاشت سس. بله بله. به هر حال این سالاد امروز ما هم خوشگله هم عالی. خب آقای انوش تا غذا آماده بشه سالادمون هم داره دم میاد، تا یه مقدار دیگه باید دم بیاد. خب پس تو زمان داریم برای اینکه اون دم بیاد، بریم بشینیم یه گپی با هم دیگه. بریم 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 بریم. خب قبل از این غذا سرو بشه، این نه این شراب نیست، این همون کرنبری جوسی هست که گرفتیم، ولی گذاشتمش توی ولی خوشگل میشه اینجوری. آب آره میوه قرمز، آب میوه قرمز میگن آی اپیل از هاف اف ا میل، واسه همینی که میگن اقلا توی ظرف شراب هست، شاید مزه شراب هم داشته باشه، ولی به حال ما به سلامتی همگی موفقیت برای همه هموطنان عزیز، همه دوستان عزیز، فامیلای عزیز، در حال سلامتی همگی. شرابم نیست ها، ولی خب به سلامتی همگی اینو ما میخوریم. من زودتر از اینکه سلامتی رو بگم خوردم، به خاطر اینکه چقدر کرنبری به
فارسی میشه زغالخته. نه زغالخته از یک خانواده کرنبری هستش. حالا باید تو دیکشنری نگاه کنیم ببینیم فارسیش کرد. ولی خب از همون خانواده ولی است دیگه. این خوبه برای کلیه، خیلی خوبه واسه همینه که شما میخوری کلیه رو تمیز میکنه و برای کلیه خیلی خوبه. من کلی اطلاعات امروز از تو گرفتم. مرسی واقعا. من هم دکتر نیستم. بعضی موقع آدم به خاطر علاقه که دارن میرن سراغ یه چیزی و پیداش میکنن. بله بله. آقای امروز کی از ایران اومدید؟ من سال 1983 در یک سال پیش، یعنی میشه سال 1363 62 63 حالا یه سال این اول چه سال روز که زود میگذره یه سال این اول مسئله نیست. خب به هدف تحصیل اومدین یا از اول هدفتون این بود که بیانین خارج از ایران و اقامت کنین؟ جفتش. البته به عنوان تحصیل ویزا رو گرفتم، از ایران رفته بودم آلمان. آلمان بودم اونجا و یه حدود 6 ماه آلمان بودم، یکم آلمانی یاد گرفتم، ولی هدف همین بود که بیام آمریکا. و وقتی که رفتم سفارت آمریکا توی آلمان، همه به من گفته بودن همش وقت تو تلف نکن. چرا؟ چون اون سفیری که اونجا هست توی ایران یکی از گروگانا بوده و به ایرانی اصلا ویزا نمیده. خلاصه سرتون رو درد نیارم، ما رفتیم و همون سفیر به تورمون خورد و حدود یک ساعت با ما مصاحبه کرد. ما با فارسی و انگلیسی و ترکی که بلد نبود، ولی خب یکم آلمانی و اینا باهاش صحبت کردیم و بالاخره مجابش کردیم. خلاصه دیگه سیازمنشی به من از اون موقع شروع شد. گفتن تو اگه واقعا درست میگی ویزا تو بگی، که خوشبختانه ویزام درست شد و اومدم آمریکا. خیلی هم خوب. الان چند ساله میشه؟ یعنی 30 و خورده ای ساله که بوده. 30 خورده. بیش وقت رفتیم برگشتیم به ایران؟ بله، خوشبختانه سال پیش بود که رفتم ایران و به فامیلا سر زدم و خاطره خیلی قشنگی براتون زنده شد. خاطره خیلی خوبی بود. بله. خب اگر قرار باشه از آقای یانوش بپرسیم هر وقت میخوای ایران رو به یاد بیاری کجا رو دقیقاً یادت میاد؟ آقای یانوش به ما چی جواب میده؟ اولین جایی که من فکر میکنم به ذهنم میرسه خزرشهره، چون اون موقع که ما در تو بابل سر، اون موقع که ما نمیگم بچه بودیم، جوان تر بودیم، خزرشهر میرفتیم. ما هر عید پدر مادر با برادرها به یه شهری میرفتیم، اصفهان، شیراز، تبریز، رضاییه، و بیشتر موقعا به گیلان و مازندران و رشت، بندر انزلی و بابل و بابلسر، که بابلسر بیشتر به من خوش میگذشت. بسیار همانی. پس هر وقت میشینین تو تنهایی خودتون به ایران فکر میکنید یاد خضر شهر میاد؟ نه حالا تقریبا اولین چیزی که به من میرسه. اگه قرار باشه یه خاطره شیرین از ایران برامون تعریف کنید، اون خاطره چیه آقای؟ خاطره همه شیرینه. سخته. سخته. معمولا اینجای بازی که میرسه یه جورایی هممون عشقمون در میاد و چشمون خیس میشه. آره. اونایی که اینجا نیستن اینو درک نمی کنن، اونایی که اینجا هستن اینو درک می کنن که به ما چه میگذره و چقدر دلتنگ میشیم. آره حق با شماست. همه خاطرات ما خاطرات قشنگیه. خوشبختانه خاطرات همه خوب هست، از زمان بچگی تا بزرگ سال. خب خدا رو شکر. اگه بخوام به یه خاطره یه بد از ایران برام تعریف کنین چی میگی؟ خاطره بد خوشبختانه در انسان ها خاطره بد زیاد تو خاطرشون نمیمونه، واسه همینی که خدا به آدم فراموشی داده. بله. فراموشی برای اینی که آدم خاطرات بد رو فراموش کنه و چیزهای خوب بیشتر در ذهن آدم نمونه. بنابراین خاطره بدی که بخوام بگم اون هم ندارم متاسفانه. چقدر خوب نداشتن خاطره بد خیلی اتفاق خوبه. خلاصه زندگی بالا پایین زیاد داره، سختی هست، یعنی اونجوری نیست که همیشه زندگی هممون
بهترین بوده و هیچ مشکلی نبوده. ولی اونجوری که بگم مثلا اینجوری شده الان به خاطرم نمیاد. آدم باید از زندگی خودش تا اونجا که شده تا اون حدی که هست قدر سلامتیشو داشته باشه، از هر روزش استفاده کنه. بنابراین من سعی میکنم چیزای مثبت بیشتر تو خاطرم باقی. بسیار عمالی، بسیار عمالی. اینجوری یه جوری درس برای ما هم میشه. خب آقای انوش، شما در حال حاضر مشغول چه کاری هستی؟ من هنوز در شرکت مرسدس بنز هستم، مرسدس بنز انسینو، که الان با مرسدس بنز 20 ساله توی کار اتومبیل مرسدس بنز هستم و کلن توی کار اتومبیل حدود 29 تا 30 سال از وقتی که اومدم آمریکا کار مختلفی داشتم، از ظرفشویی، گارسونی، همه چی اینا، و رفتم تو کار ماشین و خوشبختانه تا الان که خوب بوده و راضی هستم. البته لازم به ذکر بگم که آقای انوش یکی از استادای بنده هستن، یکی از مجریای خوب رادیو و تلویزیون که برنامه‌هاشون همه شما دوستان می‌بینید، و یکی دیگه از هنراشون که خیلی از دوستانمون در اجرا ندارن اینه که ایشون اینجا بهش میگن ایونت، یعنی مراسم‌ها رو که مثل رد کارپت یا غیر و زاله که اجرا و هدایت می‌کنن. خب ببین، من از اینی که دوستان و آشنایان و همه دور هم باشن و ساعتهای خوبی رو دارن لذت میبرم. بنابراین وقتی که مجری برنامه هستم که همه لذت میبرن، به من اون لذت بیشتر رو میده. واسه همین یک کاری که انجام میدم برای کارهای چریته و خیریه یه مقدار کار انجام میدم و مراسمشون رو به اصطلاح را میندازم. یکی از کارام این هست به عنوان کار خیریه که خیلی دوست دارم. کار ماشینم که کاری است که باید انجام داد که به هر حال پول این هتل رو بده دیگه. مرسی از اینکه وقت دادین بهمون، خیلی ممنون. خواهش میکنم. مثل که شما به من گفتین یه کاری دارین میریم برمیگردین. آره آره، نمیخواستم میونه کلامتون چیز باشه، شما نوشیدنیتون رو میل کنین. من از این ویو لذت میبرم تا شما برگردین. زنده باشین. آقای انوش رفتن زود برگردن، خیلی وقته برنگشتن. بریم ببینیم چه خبر. آقای انوش. بله بفرمایید، بفرمایید. کجا موندین آقا؟ رفتین یه دقیقه برگردین. نه یکم باید اینا رو این ورانور میکردم. کوکومانم حاضر شده. الان ببینین چه قشنگ پخته پخته است. سالادمونم حاضر. غذا پاستا مگه نبود آقای انوش؟ پاستا قرار بود، ولی شما از من پرسیدین، گفتین که چطور شد یاد گرفتی پاستا رو تری؟ گفتم من میسوزونم و سوخت دیگه. گفتم اینو از اصلا اشکالی نداره، اصلا خب پیش میاد آقای انوش. برای دونر چانه دیگه مهمونم نه، اصلا برای شما هم ممکنه که پیش بیاد که غذا بسوزونی. آره بعضی موقع از این چیزا پیش میاد. آره حالا می هست نونم اینجا که گرفته بودیم هست، سالادم هست الان میذارم. خیلی بوی اینم خیلی خوبه. خب اینم خیلی خوبه. بوی اون نیستش راشه بخواید. بوی اون نیست؟ نه راشه بخواید، من اینجا یک کاری انجام دادم. گفتم خلاصه میسوزم، خلاصه اینی که اینجا بود رفت این تو، خلاصه یه مقدارش هم سوخت، و ولی از اون تدیگاه سوخاری مانند خوشگلو خلاصه اینم هستش. و موقعیتش که کلی ناامید شده بودم، داشتم خودم دلداری میدادم که خب حالا هیچی نگم دیگه، زشته دیگه. خب حالا باید یه مزه بکنید ببینید که چی فکر کنید مزهش چطوریه. عطر و رنگ و طعم و بو همه چیز عالی، غذای سلامت هم بسیار عالیه. مرسی آقای انوش، مرسی از اینکه وقتتون رو ما اختصاص دادی. ممنون از اینکه شما همراهمون بودین. ممکنه میزبان بعدی برنامه ما شما باشین. بدرود.